بنام خدا. جلسه آخر میریم سراغ پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی و همچنین ایجاد نسخه نصبی از نرم افزارمون. برای این کار این رو رنگش هی میره من میارم. چون دیگه وقتمون هم کمه، من کدهای پشتیبانگیری و بازیابی رو قبلا آماده کردم، میام اینجا استفاده میکنم، بهتون هم میدم کدها رو. در قالب یه فایل تکست هست و البته کل سورس برنامه هم در اختیارتون قرار خواهد گرفت. فکر کنم میام اینجا اونا رو فراخونی میکنم. من فقط بذارید آیکون ها رو بدم، یکی برای پشتیبانگیری، این برای بازیابی. فقط اینها رو سایزشون کو این مقدار بزرگتر کنیم، 35، این هم 35. خب یه مقدار بالا، درست. این رو هم بک کلورشون ترانسپرنت. خب شما بشو پشتیبان گیری، یه مقدار بیاد عقب، این هم بازیابی پشتیبان. کدها رو من قبلا اینجا آماده کردم، چیزای خاصی هم نداره زیاد. دو تا تابع هست، یکی برای بکاپ، یکی برای ریستور. اونا رو من کپی میکنم میارم توی فرم یکم. این پایین ها، این طرف ها من میندازم اینا رو. خب مسید باکس خالی هست، این مال پروژه قبلیم هست. خب بذارید من یه توضیح مختصری در مورد کد ها بدم. خب یه تابع هست، فایل نیم داره، بر اساس اون فراخوانی ها رو انجام میده توی باتون هامون که قراره پشتیبانگیری و بازیابی کنیم. یه رشته هست که برای بکاپ گیری از دیتابیس هست. اینجا نام دیتابیستون رو باید وارد کنید تو دیسک. این هم از طریق فایل نیم که از طریق یه دونه اوپن فایل دیالوگ این کار رو انجام خواهیم داد و این فایل نیم به اون اوپن دیالوگ ربط داره. این هم که چیز خاصی نیست، اگه خواستید باشه، نخواستید نباشه. فقط این اشاره کردم موس رو تغییر میدم. اسکول کامندمون رو اول خالی کردیم، مثل همون کلیر هست. بعد کانکشنمون رو بزنید که اون بالا تعریف کنیم. اینجا تعریف کردیم که فرقی نمیکنه، میتونید اون بالا هم تعریف کنید که همون کانکشن قبلی هست، بزای لوکال نقطه هست، هیچ فرقی نداره. اینجا هم بحث con.open هست که میتونید باز به همون شکل بنویسید. میگه اگه کانکشنمون اوپن نبود بیا اوپن کن. بعد اومده این کوئری که اینجا نوشته رو اینجا بر اساس کانکشنمون اجرا کرده، فراخونی کرده، اینجا هم اکزیکیوت کرده که دیگه آشنا هستی با اینا. این هم اشاره گرموسه و در آخر یه دونه مسیج باکس داده. خب این از بکاپ. در آخر هم که کان رو بسته، اما برای ریستوری هم اول نال کرده، بعد یه رشته برای یه کوئری به نوع استرینگ تعریف کرده که اومده دیتابیس رو ریستوری کرده از بانکمون. اینا توی دستورات SQL هست، از داخل خود SQL هم میتونید بکاپ و ریستوری انجام بدید. اگه اونجا مراجعه کنید میتونید این کدها رو حتی از اونجا کپی کنید بیارید اینجا یوز مستر و این چیزا. ریستور کرده دیتابیس مطب رو از دیسک از طریق فایل نیم که به یه سیو دیالوگ ربط داره، بعد ریکاوری کرده و ریپلیس کرده با بانک قبلی. این هم اشاره کرده موسه و بقیه کدها هم دقیقا کدهای بکاپ گیری هستن. اما برای باتون هاشون هم، این برای پشتیبانگیری، اینجا من آماده کردم، کپی میارم همینجا میندازم. خب یه سیو دیالوگ خودش ایجاد کرده، میتونستید از اینجا هم یه دونه کنترل سیو دیالوگ اضافه کنید. ببینید اوپن فایل دیالوگ و سیو دیالوگ اینجا هستن. اینجا به صورت کد ایجاد کردیم،
اومدیم فایل ام رو خالی کردیم، اینا هم چیز خاصی نیستن. اومدیم بکاپ رو از طریق این پسوند ها گفتیم شناسایی کن، بعد بکاپ رو برگردون اون پسوند رو. اینم نامگذاری، بخش نامگذاری هست که نامگذاری رو بر اساس تاریخ انجام میده، تاریخ و ساعت، و بکاپ رو انجام میده و ذخیره میکنه از طریق فایل نیم. فایل نیم هم که اینا نامش هست. خب بکاپ انجام که شد، این هم کد ریستور هست، بازیابی میندازیم اینجا. دقیقا این کد هم مثل همون کد هست، یه دونه اوپن فایل دیالوگ ایجاد کرده و اومده اون رو از طریق این فایل نیم فراخوانی کرده و آورده ریستور کرد. این هم تابع ریستوری که بالا انداختیم رو فراخوانی میکنه، این هم تابع بکاپ رو. همینا رو، این ریستور، این هم بکاپ. بازیابی ببینیم کلا اینجا اسم دیتابیس پروژه قبلی هست، این رو باید مطب کنید، کل اسما رو باید به مطب تغییر بدید. بریم یه اجرا بگیریم، پشتیبانگیری. ببینید تاریخ رو آورده، ساعت رو هم آورده، ذخیره، پشتیبان با موفقیت انجام شد. این هم فایل پشتیبان ما هست با پسوند بک، تایپ بک. اگه بریم اینجا خدمات رو حذف کنیم، ببینید دوتا رو حذف کردیم، الان دیگه نیست. بازیابی رو که بزنیم اوپن، خب بازیابی انجام شد، خدمات هم اومد سر جاش. این هم از نسخه پشتیبان. دیگه وقتمون واقعا خیلی کمه، باید بریم سراغ تهیه فایل نصبی از نرم افزارمون. این تا اینجا دیگه فکر کنم چیز خاصی نمونده. برای تهیه فایل نصبی بهتره اول دیتابیستون رو از تسک دیتچ کنید. خب برید ویژوال استادیو رو هم ببینم آیکونی دارم بهش بدم یا نه. پروژکت، مطب، ببینم یه آیکون با پسوند آی سی او من دارم یا نه. درایو دی اینجا، آره خوشبختانه یه دونه داریم. خب ذخیره که بکنیم، یه اجرا بزنم، باید آیکونش تغییر کنه. دیتابیس رو دیتچ کردیم، برای همون خطا میده، درسته. خب بریم تو فولدرش، اینجا رو بیخیال، بریم مطب بین دیباگ. ببینید این هم فایلمون. دیگه با ویژوال استادیو کارمون تقریبا تمومه، فقط مونده بریم پروگرام، از اینجا فرممون رو به لاگین تغییر بدیم، فرم لاگین، فرم اولی که اجرا میشه. و گفتیم دسترسی دادیم، تو دسترسی ها ببینم مدیر و کاربر به چی دسترسی دارن. دیگه خودتون تو کد ها میتونید این رو تغییر بدید به کدوم باتون ها دسترسی داشته باشه یا نه. علی 123 که کاربر بود، ورود، دیتابیس رو تست کردیم. خب دیگه خودتون دیگه یه کار کنید، یعنی کار شده قبلا. ببینید اینجا گفتیم اگه کاربرمون عادی بود، باتون 1 و باتون 3 براش غیر فعال باشه. این باتون ها اگه هر کدوم رو خواستین کاربر عادیتون دسترسی نداشته باشه، اینیبلش رو فالس کنید توی اینجا. دیگه ویژوال استادیو رو ببندیم، بریم سراغ ستا فکتوری. فولدر دیباگ رو کپی کنید بندازید توی دسکتاپ، و همچنین فولدر دیتابیس رو کپی میندازم توی دیباگ. خب همه اینا رو نیاز داریم، کل کامپوننت ها و فایل ها رو. اسمش رو میذارم ستاپ، میرم سراغ ستاپ فکتوری، بذارید بیاد، کرییت نیو پروژکت. میگه اسم کمپانی فرا درس، ستاپ مطب اسم فایلتون باشه،
ورژن اولشه. این هم faradars.org. next میگه چند بیتی باشه؟ 32 بیتی یا 64 بیتی؟ اینجا میتونید انتخاب کنید. 32. از اینجا براوز فولدرتون رو انتخاب کنید. next. اینجا میتونید یه تغییراتی توی رنگ بندی اون صفحه ستاپتون ایجاد کنید. اینجا هم همینطور. اینجا بخش انتخاب زبان نصبی هست، همون انگلیش. اینجا هم نسخه های نت فریمورکی که میخواین نصبش رو انتخاب کنید توی ویندوز 7 و 8 و بقیه فکر کنم نت فریمورک خودش نصب میشه، انتخاب نمی کنم. next. میگه روی کدوم سیستم عامل ها میخواین نصب بشه؟ میگم روی کل سیستم عامل ها. finish. اینا کل فایل های شما هستن. ببینید ریپورت هاتون، دیتابیستون، کامپوننت ها و فایل های سی شارپ. بیلد رو بزنید. next. میگه کجا بندازم فایلتون رو؟ میگم توی دسکتاپ. اوکی. اسم فایل ستاپتون هم باشه ستاپ مطب. next. خب منتظر ببینید تا ایجاد فایل نصبیمون تموم بشه، بعد بریم یه نصب انجام بدیم. دیتابیس رو اتت و اجرا کنیم. درست. این رو حتما دقت کنید که این پیغام رو داده باشه. فینیش. این بمونه. بریم یه نصب رو انجام بدیم. یس. نکست. نکست. اینجا چیزی نیاز نیست. مسیر نصبش پوشی ستاپ مطب هست. نکست. خب نصب به همین راحتی انجام شد. اینجا هم افتاده، ولی قبل از اجرا باید برید دیتابیستون رو چیکار کنید؟ اتچ کنید. ترجیحاً دیتابیس رو از یه فولدری که ویندوز در اون نصب نیست اتچ کنید. اوکی؟ اوکی. بریم اجرا کنیم. وحید 12-13-14 مدیر ورود. این از اینجا، فقط این رنگش دوباره رفته. فکر کنم کامپوننت من سیستمم مشکل داره به خاطر اونه. خب مثلا خدمات ببینید هست. اگه یکی دیگه بخواید ثبت کنید، تزریقات مثلا آمپول ثبت رو هم که میکنه، قطعا ثبت رو هم انجام میده. خب میبینید که کل نرم افزار به درستی کار میکنه. بعد از نصب پشتیبانگیری و این چیزها رو نوشتیم. اینم تاریخ و روزمون و دیگه تمومه. امیدوارم از این دوره هم لذت کافی رو برده باشید و تونسته باشم چیزای اندکی رو با شما آموخته باشید. خسته نباشید. بدرود.